ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. با درود خدمت بینندگان خوب و عزیز و نازنین در هر کجای جهان که هستید و از هر طریق این برنامه رو ملاحظه می فرمایید، برنامه از طریق ماهواره یوتلسات برای ایران و اروپا و منطقه در حقیقت قابل دریافته. سیستم اینترنتی GLVs برنامه رو در سراسر دنیا پخش میکنه. سایت تلویزیون کانال 1 CH1.cc برنامه رو به صورت زنده پخش میکنه. فیسبوک آخرین لحظه رو برنامه رو به صورت زنده پخش میکنه و اون کسی هم که بخواد برنامه رو ببینه بالاخره پیدا میکنه. کانال یوتیوب تلویزیون هم با بیش از 14,000 مشترک معمولا ساعتی بعد از پخش هر برنامه‌ای برنامه‌های تلویزیون رو به صورت آرشیو در اختیار شما قرار میده که میتونید اونجا ملاحظه کنید. اینستاگرام شهرام اندرلاین همایون 2018 اینستاگرامی است که خودم شخصا میبینم، اما اینستاگرام کانال 1 با نزدیک به 50,000 مشترک بسیار فعاله و کسایی هم که میخوان عضو جنبش ما هستیم بشن میتونن در سایت CH1.cc برگه عضویت رو پر بکنن. در همون صفحه اول نوشته شده، صفحه اول سایت. البته سایت از نظر خبری سایت بسیار قوی است، بخش مقالاتش بسیار قویه و من دیدم که یک سیاست مستقلی رو دنبال میکنن، از همه طیفی از همه گروهی مقالاتشون در این مجموعه منتشر میشه. الان هم نویسندگان سایت مستقلن برای خود سایت مطلب رو میفرستن، معمولا اوائل سایت از جای دیگه مقالات رو برمیداشت ولی الان خوشبختانه نویسندگان خودشون مستقیما مقالات رو برای سایت میفرستن. خب اجازه بدید که بریم سری به اوضاع ایران بزنیم. دعوا بین قوه مجریه و قوه قضاییه سخت بالا گرفته. قوه قضاییه دنبال فسادهای چند میلیارد تومانیه، قوه مجریه دم از فسادهای چند میلیارد دلاری میزنه. به بحث نمایندگان مجلس بحث چند همسری است و در این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگه که در یک سایت اعلام نشده در ایران ذرات اورانیوم پیدا کردیم. به نظر میرسه هر چقدر شرایط بین‌المللی ایران سخت‌تر میشه و خطرناک‌تر میشه، آقایون در داخل ایران مشغول بازی‌های خودشون هستن. خب اجازه بدید که در بخش اول برنامه بریم به سراغ مهمان سه‌شنبه هامون، سرکار خانم شکوه میرزادگی. درود بر شما. سلام بر شما و سلام بر بینندگان شما. خوشحالم که سه‌شنبه دیگه در خدمتتون هستیم. خانم میرزادگی اجازه بدید که چون هویت این بخش از برنامه برمیگرده به حفظ میراث فرهنگی، بریم از یک خطر دیگری صحبت بکنیم، ژئوپارک قشم که گویا دارن از لیست آثار ثبت شده خارج میکنن. ممکنه توضیح در این زمینه بدید؟ بله، ژئوپارک قشم که در واقع در سال 2006 برای اولین بار به ثبت جهانی رسید، البته توضیح خواهم داد که این از سال 1350 برنامه ریزی شده بود برای اینکه این پارک آماده بشه و آماده شده بود قبل از انقلاب و بعد به همت آقای مهندس بیژن دره‌شوری که یکی از مهمترین و شناخته شده ترین کسانی است که در ایران در ارتباط با میراث طبیعی و میراث طبیعی و محیط زیست کار میکنه،
به همت او این فرستاده شد در یونسکو و به ثبت رسید. در سال 2013 دوباره این به خاطر بدعملی مدیران اونجا کارت زرد گرفت از یونسکو. کارت زرد برای جاهایی است که خوب رسیدگی نمیشه دیگه، نمیتونن بگن این میراث جهانیه، و بعد هم باز اهمیت ندادن، کارت قرمز گرفت، از لیست فهرست میراث جهانی بیرون آمد. ولی باز با تلاش کسانی که هیچ ربطی باز به دولت نداشتن، تونستن این رو زیر نظر یونسکو تا سال 2020 نگهش دارن. ولی الان باز کارهایی که کردن که اگه لازم باشه توضیح میدم، مثلا کارخانه میگوسازی در اونجا درست کردن و کارهایی میکنن که فقط روش مسئله سوجویی این پارک زیبای جهانی، واقعا یکی از زیباترین پارک هاییست که من اینقدر با این مسئله درگیر بودم، برای اینکه در سال 2011 آقای دره‌شوری از طرف بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان شخصیت سال انتخاب شدن. من تمام این ماجرای مربوط به قشم و کارهایی که ایشون کردن رو مطالعه کردم. همین دیروز که شنیدم این قشم داره دوباره از میراث جهانی بیرون میشه، باور کنین قلبم درد گرفت، برای اینکه این کاریه که یعنی دارن مرتب جمهوری اسلامی انجام میده. حالا اگه لازم باشه براتون توضیح میدم مثلا این کار، این جو پارک چیه و چگونه. اگه لطف کنید خیلی هم ممنون میشیم. در جزیره قشم، استان هرمزگان در جنوب ایران. بله اگه توضیح بدید خیلی هم ممنون میشیم. بله، این معمولا ژئوپارک یا در واقع پارک زمینشناسی، پارکیه که وقتی در جایی میتونه به این مقام برسه که عنوان جهانی پیدا کنه، که در یک گستره بسیار بزرگ و وسیعی باید محلی باشه که در اون انواع چیزهایی که برای در زمین شناسی مهمه به وجود بیاد، به مثلا جانوران استثنایی، گیاهان استثنایی، حتی چشمه ها، جاهایی که چیزهایی که بدی باشه و کم باشه. حتی در اونجا میتونه میراث فرهنگی و تاریخی باشه. به یه همچین جایی میگن پارک در واقع زمین شناسی یا بهشت زمین شناسی. و این ماده، این کاری که انجام شده رو در واقع همطور که گفتم در ایران برای اولین بار در سال 1350، 7 سال قبل از انقلاب، ما جای رو یعنی سازمانی درست شد، حفظ میراث طبیعی و محیط زیست، حفاظت از اونها، که در اون موقع ما در واقع هیچ جای خاورمیانه همچین چیزی نبود. من دقیقا چیزی رو که آقای دره‌شوری در گفتگویی که یه تیکه رو میخونم، میتونن کلش رو دوستان برن، در گفتگویی که سالها پیش در سال 2011 با آقای دره‌شوری انجام شده، این توضیح که در مورد وضعیت ما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دادن. ایشون میگن در سال 1350 که سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران تأسیس شد، از همان زمان مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی محیط زیست به وجود آمد. من هم یعنی آقای دره‌شوری از همان سال به عنوان کارشناس استخدام شدم. در آن موقع هم کارشناسان خوب و هم مشاوران خیلی خوب داخلی و خارجی داشتیم. در سازمان مرکزی تحقیقاتی با نام مرکز بررسی و توسعه داشتیم و سراسر ایران را می گشتیم و زیستگاه ها را انتخاب و ارزیابی می کردیم و به صورت پارک ملی و حفاظت شده اعلام می کردیم. در همان زمان محیطبان های خیلی خوبی استخدام شدند که الان بدبخت ها حتی کفش ندارن بپوشن.
ما در طی 6 سال، یعنی یک تا یک سال قبل از انقلاب، در طی 6 سال 9 میلیون هکتار پارک ملی و حفاظت شده تأسیس کرده بودیم. در آن زمان در منطقه خاورمیانه ایران تنها کشوری بود که سازمان حفاظت از محیط زیست داشت و غیر از ما در منطقه فقط هند بود که آن هم به خاطر حضور انگلیس ها در آنجا بود. در آن زمان کشورهای عربی مطلقاً نمی‌دانستند محیط زیست چیست. پاکستان هیچ فعالیتی نداشت. شوروی با ما قابل مقایسه نبود. در آن سالها آموزشگاه محیط زیست تأسیس کرده بودیم و محیطبانها دورهای یک ماهه و شش ماهه می دیدن و بهترین اساتید را برای آموزش داشتیم و به تدریج پرسنل آموزش می دیدن. در سال 56 هیچ گونه جانوری و یا گیاهی در خطر انقراض نداشتیم. و خیلی مطلب بلندیه، من واقعا وقتی اولین بار این سخنان از ایشون شنیدم گریه میکردم. آخه چطور میشد؟ یعنی حتی در سال 2011 بسیاری از حیواناتی که در محیطهای مختلف از جمله در ژئوپارک بودن، ژئوپارک‌های مختلفی که داشتیم، نابود شده بودن و الان هم اینها آمدن درست یک دارن برای پرورش میگو که باز بفروشن به کشورهای اطراف خلیج فارس یک همچین بند و بساطی رو را انداختن که داره جانوران رو و گیاهان رو در خطر انداخته و یونسکو میگه که یک همچین وضعیتی باشه در سال، یعنی تو همین 2020 خودم رو کنار میکشم و دیگه این رو از فهرست جهانی خارج میکنیم. خیلی جالبه، شما هر موضوعی رو در رژیم گذشته میرید دنبالش از یک ویژگی های غرورانگیزی برخورداره، در زمینه اقتصاد، در زمینه محیط زیست، در زمینه بهداشت، خیلی جالبه، همه چی. اما خیلی هم در حقش بی انصافی میشه. من خیلی راجع به این موضوع فکر کردم، دیدم دشمنان ایران یا دشمنان تاریخی ایران آمدن از یک فرمول خیلی باریک استفاده کردن برای اینی که تاریخ و ملت ایران متوجه نشه که چه اتفاقی افتاد در طی این سالها. و اون اینه که آمدن این دوره در حقیقت 1304 یا 1299 تا 1357 که جمعاً می شود 58 سال کلش، این رو پیوند زدن به تاریخ سلطنتی ایران و به دلیل اینکه در بخش عظیمی از تاریخ سلطنتی ایران ما ایام قابل دفاع نداریم، یعنی ما پادشاهانی داشتیم که اصلا نمیشه ازشون دفاع کرد، این دستاوردهای عظیم و عجیب این 58 ساله رو بردن تحت پوشش اون مسئله سلطنت قرار دادن و اجازه ندادن که ابعاد شناخته بشه. و الا شما کجا این 58 سال و 58 سال قبلش مقایسه بکنید؟ با 150 سال قبلش اصلا قابل مقایسه نیست. نه. با 40 سال بعدش مقایسه بکنید؟ قابل مقایسه نیست. به همین دلیل دوستان باید توجه داشته باشن که این مطالبی که گفته میشه راجع به اون دوران اساسا ربطی به موضوع سلطنت و پادشاهی و جمهوری نداره. ایران در یک دوره 58 ساله یک مدیریت شگفت‌انگیزی پیدا کرد که رشد اقتصادیش در دنیا بی سابقه بوده. شما هم همینجور فکر میکنید خانم میرزادگی؟ ببینید دلیلش شایسته سالاری بوده، چیزی که
در اصلا ربطی همطور که گفتید ربطی به این نداره که چه نوع حکومتی داشتیم. می آمدن وقتی میخواستن مثلا آموزش و پرورش رو رشد بدن، کسانی رو انتخاب میکردن که در اونجا تخصص داشتن، یعنی خاله خانباجی ها و عمو خاله و دایی و ایناشون رو انتخاب نمیکردن، کسانی رو انتخاب میکردن که تجربه داشتن، که تو اون کار بهترین بودن. و این یکی دوتا نبوده، در همه جا بوده. برای چی رضا شاه خب میتونست بیاد تمام دوستا و فامیلاش رو مستر کارهای مختلف بکنه، آمد یه سری جوان و فرستاد به خارج، هر کدوم رو گفت برین تحصیل کنین، هرچی که دوست دارین تخصصشو بگیرین برگردین. و وقتی اونها برگشتن اینها رو بهشون دادن. در زمان شام همینطور بود. ببینید حتی در مؤسسات خصوصی اینجوری بود، یعنی مثلا بنده اگر میرفتم به مؤسسه کیهان باید از پله اول تکه تکه یواش 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 شروع کنم تا برسم به جایی که مطلب من رو به عنوان نویسنده بذارن اون بالا. تا اون موقع نه، من گزارش تهیه میکردم، من نوعی رو میگم، گزارش تهیه میکردم، کار میکردم، بدو باید میدویدم. جمهوری اسلامی کاری که کرده مثلا پسر خالش رو یا دخترمش رو این آورده شهردار کرده، رئیس اداره ایکس کرده، رئیس شما نگاه کنید فقط در سازمان میراث فرهنگی اگر از زمانی که ظرف این سه دهه گذشته شما یه متخصص میراث فرهنگی پیدا کنید. در رده های پایین هستن، اون بیچاره ها نشستن جون میکنن، ولی در رده های بالا مدیر و معاون و اینها هیچ خبری نیست. به خاطر این شایسته سالاری نابود شده. حالا یه توضیح بدم، یه تایید فرمایشات شما، یه توضیح بدم ببینندگان شاید جالب باشه. در تمام تاریخ ایران، چه در دوران پادشاهی و سلطنتی و چه در دوران جمهوری اسلامی، شما هرگز نمیبینید این نکته رو که خانم میرزادگی بهش اشاره کردن که هیچ حدی براش تعیین نشده باشه. تنها معیار و ملاک شایسته بودن بوده. یعنی چی؟ یعنی وقتی قاجاریه به قدرت رسید، تمام مردان و خانواده زندیه رو از بین برد، اصلا براش اهمیت نداشت. اینا آدم های به درد بخوری هن. تو ارتش، تو لشکر آدم های مفیدی هن. نیستن، همه رو کشت. جمهوری اسلامی هم با پهلوی هم این کار کرد. پهلوی تنها دوره‌ای بود که وقتی که قدرت رو از قاجار تحویل گرفت، بسیاری از مردان قاجار بعد از اون مشغول کار بودن، بر اساس شایستگی که داشتن خیلی کار بزرگی هم کردن، خدمات بزرگی هم داشتن و هیچ کس هم مانعشون نشد. درست میگم؟ یعنی این تفاوت تاریخی وجود داره در اون دوره. کاملا درسته. و دلیلش اینه که دوران پهلوی، من اصلا به عنوان تایید یا تکذیب نمیگم، دوران یک دوران مدرن بود، یک دورانی بود که نگاهش به غرب بود. به این دلیل، یعنی با معیارهای امروز جهان پیش میره. جمهوری اسلامی معیارهاش هم از روز اولی که آمد گفت باید غرب رو از بین ببرید. معیارهاش معیارهای قرون وسطایی، یعنی قبیله ایه. به همین دلیل نمیدونم افرادی رو که انتخاب میکنه از قبیله خودش باید باشن، حالا اینا با سواد باشن نباشن، فقط از قبیله خودش باشن، هر کسی باشه که جلوش خم باشه. و به همین دلیل ما نابود شد ایران در جهات مختلف. من کاش این ققنوس همون به همون شکلی که ابتدا شروع شد وجود داشت. و اینها من وقتی که شنیدم و خیلی هم خوشحال شدم، گفتم کاش که اینها به جای اینکه سازمان سیاسی و حزب و سازمان تشکیل بدن، متخصص بسازن. یعنی بیان و قشنگیش این بود که رفته بودن انتخاب کرده بودن متخصصین نامدار رو از جاهای مختلف، قرار بود اینا بشینن شاگرد تربیت کنن، که فردای این حکومت افتاد قشری که میره اونجا رو میخواد بسازه
قشری باشه که دانا باشه، گویا یه همچین خواستی بودی که میدونی چرا نشد خانم میزادگی؟ میدونی چرا نشد و چرا نمیشه؟ من توضیح بدم خدمتون، و اینم از رندی های خود جمهوری اسلامی. البته جامعه ایران توسط جمهوری اسلامی به دو بخش تقسیم شده، طرفداران جمهوری اسلامی و براندازان جمهوری اسلامی. براندازان جمهوری اسلامی تا اونجایی پیش میرن که گاهی اوقات براندازی جمهوری اسلامی رو با براندازی ایران هم گم میکنن. درست. یعنی گاهی اوقات شما میبینید میگن که کاش که امریکا حمله کنه به ما. خب این دیگه فقط به براندازی جمهوری اسلامی فکر نمیکنه، این داره فکر میکنه بمب بخوره اصلا مملکت از بین بره. کاملا درست، کاملا درست. در نتیجه نیروهایی که در خارج از کشور میتونست در این سالها بخشی از دستاوردهای ایران رو حفظ بکنه لااقل، به عنوان مثال نکته که شما هفته پیش راجع بهش صحبت کردید که آقا هیچ رسانی راجع به این میراث فرهنگی برنامه‌ای نداره، بلکه رسانه‌ها یا باید برای حفظ جمهوری اسلامی کار بکنن یا برای نابودی جمهوری اسلامی کار بکنن. این حد وسط اگه شما راجع به حفظ یه پارک بیایید در ایران صحبت بکنید اصلا موضوع بی ربطیه. این که راجع به اخلاق و سقوط اخلاق در جامعه صحبت بکنی موضوع بی ربطیه. آقا همین الان در دو هفته گذشته یک بحث چند همسری در ایران به وجود اومده که ادامه یه بحث شیرین صیغه است که در این 40 سال آروم آروم شروع شده، حالا دیگه پرده نهایی رو دارن میندازن. خب در یه شرایط عادی باید جامعه علیه این موضوع برانگیخته میشد. جامعه لازم نیست همواره و همیشه فقط برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش بکنه. باشه اون در نهایت دنبالش باشه، ولی اگر با این موضوعات مقطعی برخورد نکنه، وقتی که با یک آثار فرنگی اونجوری میکنن، با یک آثار باستانی اونجوری میکنن، با یک پارک اونجوری میکنن، با حقوق زنان اونجوری میکنن، بگیم حالا اینو ولش، ما باید به اصل بپردازیم. تا جمهوری اسلامی نیفتاد هیچ کار نکنیم، همین 40 سالی میشه که آروم آروم ما همه سنگرامون از دست میدیم و دادیم. بله. الان شما نگاه کنید راجع به همین مسئله چند همسری، خب واقعا یک نماینده مجلسی با این وقاحت بیاد و سفسطه بکنه که آقا خب ما زنان بیوه زیاد داریم، زنانی که همسر، خب مردک تو به عنوان نماینده مجلس برو اونجا بشین شرایط ازدواج رو برام بر جوان‌ها ایجاد بکن، اون وقت ببینم دیگه دختری بدون شوهر میمونه. شما اینقدر شرایط رو سخت گرفتید که نه پسره بتونه زن بگیره نه زنه بتونه شوهر بکنه، فقط بدن وطن بدن به عقود ساعتی. بله بفهمید خان میزنه. بله بله کاملا درسته. متاسفانه ببینیم، من یک خوشحالی هست، خیلی همیشه تغییر فرهنگ خیلی بطی انجام میشه. فرهنگ مثل سیاست نیستش که امروز یه کودتا بکنین یا فردا یه حمله بکنین یا فردا یه تغییر بشه. به هر حال ولی فرهنگ در همه جای دنیا تغییر بسیار بطی کند انجام میشه، و به همین دلیل باید روز و شب مثل اون فیلبان که به فیل مرتب یادآوری میکنه، برای مردمان نادان، کم دانش، کسایی که بیگناهن اما چون آموزش ندیدن، باید مرتب اونها گفت. مثلا در مورد همین چند همسری من یادم میاد که یک مطلبی نوشته بودم در سال مثلا 2010، 9 سال پیش. چندین دوست مرد برای من نوشتن که خانم میرزادگی، ما خیلی برای شما احترام قائلیم، مردم برای شما احترام قائلن، شما وقتی به این واضحی میگین که خب اگر خوب با اگر چند همسری درسته به دلیل نمیدونم دلایلی که میارن این آقایان که به این دلیل باید چند همسر بود، خب همون دلایل هم مثلا مردی
زنش شوهرش مریضه، خب اونم بره زن شوهر دوم بگیره. گفت شما وقتی اینو میگین، البته در یک جلسه اول من این مسئله رو مطرح کردم، گفتن اینا خیلی بده، به حیثیت شما لطمه میزنه اینا. گفتم ببینین، آدم وقتی که میخواد یک واقعیت و یک حقیقت انسانی رو بگه خیلی لطمه میخوره، عیبی نداره، باید گفت. بعد از این مطلبم رو با یه مقدمه درست همین چند روز دیروز منتشر کردم، باورتون میاد که تعدادی که برای من نا ایمیل کرده بودن، بیشترشون مردها بودن که تایید کرده بودن و آفرین به من گفته بودن. یعنی ببینید، این نشون میده که حتی ظرف 10 سال اینقدر اینها با این مسئله روبرو شدن که چقدر کثیف بوده این مسئله، چقدر بد بوده این مسئله، که همه حتی مردها اومدن ایستادن در کنار اینکه آفرین بر شما که راجبی همچین مسئله ای رو، همچین منطقی رو به کار میبرید. و حتی خانم نمیدونم فائزه رفسنجانی که از خود اینها، از قلب جمهوری اسلامی بلند شده، اون هم دیگه آمده صداشو بلند کرده، چون حتما ذلت زنها رو دیده، یا اینکه دیده که زنهایی هستن که وامیستن جلوی این مسئله، و همینطور هم سیغه و غیره غیره. و من فکر میکنم که گفتن هر مسئلهی که ما کمبود داریم الان، که بیشترین کمبودش در مورد مسائل زنان و مسائل میراث فرهنگی و محیط زیسته، باید اگر کسی ایران رو دوست داره، در کنار هر فعالیتی که میکنه، میخواد وزیر بشه، وکیل بشه، در کنار هر کدوم اینها، این موارد رو هم بهش تکیه کنه. چون الان ببینید دو تا مسئله است که جمهوری اسلامی به شدت جلوش ایستاده، و بهتره که ما هم به شدت در این مورد باهاش مبارزه کنیم. بله، و من معتقدم که باید حساسیت های جامعه رو راجع به هر موضوعی برانگیخت. یعنی ما فکر نکنیم که حالا چند این موضوع چند همسری مطرح شد، هیچی، مسئله نمیدونم نابودی آثار باستانی مطرح، اینا هیچی، ما فعلا فقط به جمهوری اسلامی باید فکر کنیم، براندازی جمهوری اسلامی. بسیار خوب فکر کنید، ولی طوری نباشه که حساسیت ها رو از دست بدید. راجع به این چند همسری یه نکته ای رو من عرض بکنم. ما مشکل اساسی داریم با این فرهنگ قالبی که آمده و طی 1400 سال به ما غلبه کرده، و اگر این موضوع رو حل بکنیم خیلی از موضوعات حل خواهد شد. و اون اینه که آیا قوانین اسلام، حالا چه در بخش تشیعش چه به طور کلی اسلام، چون میدونید در بخش تسنن این مسئله چند همسری وجود نداره، ولی خب خیلی چیزای دیگه وجود داره. چند همسری مثلا خب صیغه وجود نداره، چند همسری وجود داره، ببخشید. این قوانین اسلام آیا برای، یعنی موقعیت زمانی و موقعیت مکانی درش رعایت باید بشه یا خیر؟ یعنی اسلام واقعا قوانینش برای همه دنیا بوده یا فقط برای جامعه عرب بوده؟ این خیلی نکته مهمه که بر اساس گفته قرآن فقط برای جامعه عرب بوده. این یک. دو، یه نکته‌ای وجود داره در این مورد چند همسری که آقایون خیلی زیرکانه ازش در میرن، و اون اینه که یکی از شرایطی که همون اسلام تعیین کرده برای اینکه یک مرد میتواند چند همسر اختیار بکنه، عدله. خب یعنی باید عادل باشه، یعنی کسی باید باشه که وقتی 4 تا زن داشت یا 3 تا زن داشت یا 2 تا، بتونه به طور مساوی و عادلانه با این اشخاص رفتار بکنه. اینو داشته باشید. از جای دیگه همون قرآن عدل رو فقط خاص از صفات خاص خدا میدونه، یعنی بشر رو به هیچ عنوان عادل نمیشناسه، میگه نمیتونه عادل باشه، از صفات خاص، عدل از صفات خاصی است که فقط در خداست. خداست که همه بنده هاش یه جور میبینه، همه موجودات یه جور میبینه. بنده خدا نمیتونه عادل باشه، بلکه تحت تاثیر شرایط مختلفیه. و این تناقضات رو البته آقایون علما هیچ وقت جوابی هم براش نداشتند و ندارند. ولی به نظر من
اگر ما الان این مسئله سفید و سیاهی مبارزه رو کنار میذاشتیم و به رنگ خاکستری هم قائل بودیم، اون وقت میشد که بیایم و الان مثلا علیه این موضوع چند همسری که توسط برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی داره دنبال میشه، مردم رو دعوت به واکنش نشون بدیم و هیچ اشکالی هم پیدا نمیشد. یعنی یه شرایط وضعیتی بود، مسئله اجتماعی بود که پیش آمده و حالا مردم هم واکنش نشون دادن. ولی چون هر حرکتی باید با لوگوی براندازی باشه، اون وقت هر حرکتی در نتیجه تهران تو ایران متوقف باید بشه، هیچ انجام نباید بشه و این خیلی بده به نظر من. باید اتفاقا هر موضوعی رو به اندازه خودش نگاه کرد و سر جای خودش بهش حساسیت داشت. من فکر میکنم که همینطوره. الان باید همینطور که این گروه های سیاسی اعلام میکنن قوانینشون و اساسنامه هاشون و غیرشون، اینجور مواقع که میشه اعلام بکنن که فرزند اگر ما آمدیم مسئله به نام چند همسری، صیغه، اینها جزء غیر قانونیه. ببینید، من این رو به این دلیل میگم که دیدم چه کلکی این وسط میخوره. مثلا میگن ما در آینده بر اساس قوانین حقوق بشر عمل میکنیم. این حرفو در افغانستان هم زدند، یعنی آمدن حتی اون بالا نوشتن این قوانین، این قانون اساسی بر پایش بر اساس قوانین مفاد اعلامیه حقوق بشر. اما بلا فاصله میان توی اعلامیه حقوق بشر میگردن به یه چیزی میرسن که جامعه باید توجه داره، فرهنگ جامعه رو باید نگه داشت. بعد میگن خب فرهنگ ما چون اکثریتمون مسلمونه، یعنی فردایی که اومدن اون جماعت رند و اون کشور رو گرفتن و اسمش هم گوشن ما میخوایم سکولار دموکراسی رو برگزار کنیم، میگیم باریکلا آفرین. خب این برمیگرده جدایی دین از حکومت یا مذهب از حکومت. بعد میگن که اوکی ما میخوایم بر اساس مفاد اعلامیه حقوق بشر باشه، اما یهوی عده‌ای بلند میشن امثال آقای گنجی و سروش و غیره و غیره. بابا ما مسلمانیم، اکثریت این مردم مسلمانن، ما باید قوانینمون بر اساس قوانین اسلام هم باشه. اون وقت میان اون زیرش همون کاری رو میکنن که متاسفانه در زمان در حکومت گذشتم همه کار رو تونستن بکنن، به زنها همه نوع آزادی رو دادن، دو تا آزادی رو نتونستن بدن. یکی اجازه خروج، زن نتونه بره، پدر آیت الله ها فریادشون به آسمون رفت. یکی هم این مسئله چند همسری گفتن، صیغه که از بین خوشبختانه رفت، بعد گفتن که اگر یه مردی مثلا زنی مریضی لاعلاج داشت، مرد میاد از به قانون حمایت خانواده التماس میکنه، شکایت میکنه زن من بیماری لاعلاج داره، من نمیتونم باهاش رابطه جنسی داشته باشم، اجازه میدن بهش که یه زن دیگه بگیره. فردا این میشه. الان باید این حکومت ها اعلام، این احزاب اعلام بکنن وقتی میگن آزادی و برابری زنان، باید تاکید کنن روی تک تکش، بدونن فردا زیرش نتونن بزنن. من این راه حل رو پیدا کردم، حتی در مورد مسائل میراث فرهنگی هم اون متنی رو که ما به عنوان گزار جمهوری اسلامی چگونه میراث فرهنگی و تاریخ و طبیعیمون نجات باید پیدا کنه، یک در واقع متنی نوشتیم به همه گروه های سیاسی هم فرستادیم، هیچ کسی هم رد نکرده اونو. یک همچین متنهای رو راجع به زنان، راجع به مسائل دیگه همه بنویسن، برای اینکه متاسفانه اسلام وضعیتی، اسلام قرآن تضاد زیادی توش هست. اون چیزی که اکنون وجود داره همه همون احادیثیه که امثال همین خامنه‌ای و خمینی و غیر و غیره در طول تاریخ مثل آوار بر سر مردمان آوردن و اینها از بین نمیره. ما هیچ حتی با سکولاریزم
این مسئله حل نمیشه. اینا میرن در میگن خیلی خوب ما کاری به سیاست نداریم، اما تو مساجدمون ما میخوایم راهنمایی کنیم. باید اینا درست مثل آمریکا، مثل اروپا که کسی ممنوع زندانی میشه، در اونجا هم حتی اگر طرف به مذهبش میخواد کاری بکنه از نظر قانون امروز جهانی ممنوع بده، او رو مجازات بشه، تنبیه براش در نظر بگیره. خانم میزادگی، من فکر میکنم شما در یک فکر باشید در همین راستای کاری که دارید میکنید، اون تصور و فکری که میشد راجع به ققنوس همون رو دوباره احیا بکنین، شما آقای دکتر کنگلو، آقای دکتر ایجادی، سایر دوستان، یه جمعیتی تشکیل بدید که در حقیقت نه کار اپوزیسیون رو انجام بده بلکه به این امور خیلی مهم بپردازه. یه اتفاقی افتاده خانم میزادی که خیلی بر من جالب بود و اون اینه که شما دیدید در لبنان و در عراق مردم آمدن برای تظاهرات بیرون علیه حکومتشون، علیه سردمداران حکومت، و هر دوی این جمعیت ها در تظاهراتشون پرچم کشورشون رو بیرون آوردن. هم در عراق، اگر اتاق فرمان فیلمایی رو داره نشون بده، هم در لبنان مردم که آمدن بیرون پرچم کشورشون رو آوردن. دیروز در اهواز مردم ریختن پرچم جمهوری اسلامی رو پایین آوردن. خیلی جالبه این دوتا تفاوت شما در چی میبینید؟ چجوری این اتفاق میفته که در لبنان و در عراق مردم به عنوان مخالفت با حکومت پرچم به متوسل پرچم میشن، اما در ایران مردم در مخالفت با حکومت پرچم ایران رو، پرچم جمهوری اسلامی رو پایین میارن که فیلمش هم الان هست نشون میدن. جمهوری اسلامی رو قبول دارن، نه پرچمش رو قبول دارن. اون پرچم ما نیست. این پرچمیه که من همیشه فکر میکنم بعضی از آدم ها توی زندگیشون یه دهشی داشتن که هر جور آدمی باشن، بد باشن، خوب باشن، مردم فوششون بدن ندن، این دهشیه که در زنده بودنشون مورد پس از مرگشون خواهد بود. و یکی از کارهایی که شما در مورد کردین، یه دهشی که شما در این دوره 40 ساله دادید، این پرچمه، این اهمیت پرچم شیر خورشید رو تأکید میکنین مرتب. و حتی من وقتی که این تلویزیون های در واقع غیر دولتی که میان که دولت هم همیشه حمایتشون میکنه در خارج از ایران، خارج در آمریکا و جاهای دیگه، اینا میان یه چیزهایی رو میفروشن، مثلا کتابایی رو میفروشن و از طریق اون به خودشون کمک میکنن. من یکی از اون چیزهایی رو که توصیه میکنم همیشه این حفظ بشه، نه تنها شما، در تلویزیون های دیگه، فروش پرچم و کتاب باشه. اینها چیزهایی که کمک میکنه به ماندگاری فرهنگی که ما بهش نیاز داریم. و این مسئله پرچم، مردم الان تو ایران فهمیدن این پرچم پرچمشون نیست. فکر کنین که 40 سال پیش همه مثل آقای گنجی فکر میکردن که خب بله، جمهوری اسلامی آمده پرچمش عوض شده، کشورهای اروپایی و آمریکایی هم قبول کردن این پرچم ایشون، استدلالشون این بوده. خب معلومه آقای احمدی نژاد هم کشورهای خارجی، آقای خامنه ای هم ناچارن بگن ایشون رئیس اون دولته، ولی معنای این نیست که تفکر اون آدمو میپذیرن. اینه که خانم میرزادگی، شما اینو گفتی، من یه چیز یادآوری کنم. 10 سال پیش در حقیقت این اتفاق جنبش سبز که پیش آمد، دوستان داشتن از این حرکت برای حذف پرچم استفاده میکردن. بله. و آقای اکبر گنجی حکم دادن به سبک رضا شاه، من حکم میکنم که آقا کسی حق ندارد پرچم. و انصافا اون موقع هم آقای نوریالا، هم خانم میرزادگی و بنده، یعنی اگه کمک خانم میرزادگی آقای نوریالا، کسی دیگه نبود واقعا، هیچ کس، همه ما رو سرزنش میکردن که آقا حالا بحث پرچم رو بذارید کنار و فلانی حرفا. یادم آقای نوریالا و خانم میرزادگی تنها آدمایی بودن که
که ما با هم سه نفری وایسادیم و گفتیم تحت هیچ عنوانی ما این پرچم رو کنار نمیذاریم و همه آقایون تلاششون این بود که حالا که این ماجرای سبز پیش اومد و اینا نباید اسم پرچم رو آورد، این باعث اختلاف میشه، ولی ما عقب نشینی نکردیم. یادم اون روز هم شما هم آقای نوریالا مقاله خیلی محکمی راجع به موضوع نوشتیم. خانم بغرات هم یه مقاله نوشتن در این مورد که شما ذکر کردین از ایشون هم. بله بله درسته. یعنی درسته. اول من مقاله رو نوشتم، بعد خانم بغرات، بعد آقای نوریالا. و شما مرتب مناطقهایی از اون رو ذکر میکردید، ولی به هر حال منظورم اینه که یعنی اگه این کار نشده بود همون سال 88 اینا موفق شده بودن پرچم شیر خورشید رو محو بکنن. بله کاملا درسته. و بعد الان به همین دلیله که مردم این رو پرچم خودشون نمیدونن، به همین دلیل بلند میشن وقتی از ایران میان بیرون، اگر باشه، منتها تو همین 3-4 سال گذشته کاش شما امکانات مالی وسیع داشتین تو این 3-4 سال گذشته، وقتی که در کشورهای مختلف مسابقات ورزشی میشه، من شنیدم چون کسانی رو داریم که خیلی دوست دارن میرن برای این مسابقات، میگردن، حتی اونا که از ایران آمدن میگردن دنبال پرچم شیر خورشید. و جمهوری اسلامی مقدار زیادی از این پرچما رو میاره و پخش میکنه، مجانی پخش میکنه. درسته. خب مردم هم هیچی ندارن، اونو ندارن، ناچارن اینا رو تکون بدن. و فقط یه بارم به نظر من یکی از کارهایی که بیان مردم بگن که از شما بخرن، بیان بگن. حالا خانم روزاده یه نکته رو بگم به شما، یه دوره‌ای ایگنور میکردن، یعنی اون اوائل 40 سال پیش یا در شروع همین کار تلویزیون، ما که می آمدیم راجع پرچم حرف بزنیم اینو خیلی تمسخر میکردن، شهرام پرچم فروش نمیدونم، یا ایگنور میکردن، اهمیت نمیدادن یا فلان. خب موفق نشدن، یعنی من اومدم بیرون نشستم گفتم آقا افتخار، اگه شما منو میگید شهرام پرچم فروش، این افتخار منه، این دیگه تعطیل شد، این نکرد. دوره بعد آمدن در جریان جنبش سبز بود، گفتن آقا حالا دیگه بحث اتحاد، بحث همبستگی است، فلانه، شما اختلاف ننداز، شما پرچم نیار. ما گفتیم نه خیر، صحبت هر چی میخواد باشه باشه، پرچم باید باشه. اونم کار نکرد. حالا میدونیم به چه وسیله متوسل شدن خانم میرزادگی؟ یه عده اومدن میگن فلان فلان نشده، ای مزدور جمهوری اسلامی، اگر پرچم شیر خورشید نذاری محکوم به اعدامی. گوش بدید مردم، یعنی با این شیوه الان اومدن به جنگ پرچم. کسایی که با چماق اومدن این پرچم رو، من این پرچم رو با عشق، با محبت، با سند وارد خونه های شما کردم. اینایی که اومدن با چماق میخوان وارد بکنن، اینا میخوان از اساس این پرچم رو از بین ببرن. اینا جمهوری اسلامی هن. اینا دقیقاً هر کسی که با ناسزا، با پراکنده کردن مردم، با چوب و چماق بخواد هر عقیده ای رو، حتی زیباترین، انسانی ترین عقیده رو اعمال کنه، اون مأمور جمهوری اسلامیه به نظر من. برای اینکه آخه حالا شاید نخواسته، شاید رو جهلش، رو نادانیش، آگاهانه. به هر حال این روش درسته. اتفاقا وقتی شما با زبان انسان امروز، انسان متمدن، تمدن خیلی مهمه، خیلی مهمه. من اصلا یکی از چیزهای آرزوهای زندگیم اینه که ماها هممون بتونیم متمدن باشیم، با اون چیزی که وجود داره جهان امروز پیش بریم. و یکی از اون مسائل اینه که شما هر مسئله‌ای رو که میخواین مطرح بکنید، اون مسئله رو باید پشتش منطق داشته باشه. همینطوری نمیشه میگم و جز این نیست. خب غلط میکنی که میگی و جز این نیست. باید چیزی رو منطقی، بله منطق بنده اینه که برای پرچم، همونطور که در مقاله سال 88 نوشتم، منطق اینه که پرچم و سرود هر کشوری قانوناً از نظر بین المللی متعلق به اون کشوره و کسی، هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ شاهی، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه این رو عوض بکنه، مگر اینکه به رأی اکثریت مردم اون کشور در یه رفراندومی قبول کنن.
در ایران برای جمهوری یا سلطنتی، حالا درستش و غلط کار ندارم، ولی رفراندوم کردن، اما برای تغییر پرچم رفراندوم نکردن، و چون رفراندوم نکردن پرچم ما همچنان پرچم شیر و خورشیده تا زمانی که حکومتی بیاد و بخواد که رفراندوم بکنه، که من فکر نمیکنم هیچ کسی حاضر بشه که پرچمی رو که قرنها به اون زیبایی، اون شیر و خورشیدی که چندین هزار سال با ما بوده، اون رو از بین ببره. فقط انسانهای ضد ایران فرهنگ ستیزی مثل جمهوری اسلامی و وابستگانشون این کارو میکنن. امیدوارم دوستان این رو بدونن که با دست خالی این مردم این پرچم رو حفظ کردن، ولی با منطق، با محبت. من یادم خانم میرزادگی، خب ما وقتی این تلویزیون درست کردیم اصلا به نام پرچم درست کردیم، اصلا با این هویت شناخته شد، ولی آقای جوادی هم اینجا برنامه داشت. بله، ایشون هم روز اول به من گفتش که من مجبورم پرچم بذارم. گفتم ابدا ابدا. من گفتم آقا این پرچم منه، منم بهش اعتقاد دارم، منم بهش باور دارم، هر کی باور داره بذاره، هر کی باور نداره نذاره، مردم بتونن تشخیص بدن. بله. و آدم هم هر کاریو میکنن بر اساس باور و اعتقادشون بکنن، نه بر اساس جبر و بر اساس شرایط شغلی و کاری. خانم میرزادی، من تظاهرات گذاشتیم اینجا جلو فدرال بیلدینگ، همین آقای جوادی اومد گفت آقا حالا که شما اینطور گفتی من میخوام با پرچم خودم بیام. گفتم باشه بیا. بله، بیش از 1000 نفر آدم اومده بودن، همه پرچم شیر خورشید، این یک نفر هم اومده بود پرچم سرخ حزبش دستش گرفته بود، مثلا وایساده بود، هیچ کم باش کاری نداشت. خب این تصویر اصلا احتیاجی به دعوا کردن نداره. نه. شما وقتی 1001 نفر آدم اونجا هست، این یک نفر یه پرچم دستشه، 1000 نفر یه پرچم دیگه، این خودش بهترین دلیله و لزومی نداشت و بهتر و زیباترین تصویره که من فکر میکنم جز افتخارات اپوزیسیون میتونه محسوب بشه. به هر حال ما یادمون باشه هیچ چیز رو با زور نمیشه به جامعه تحمیل کرد و نباید این کارو کرد. عشق اجباری نمیشه. بله، سپاسگزارم خانم میرزادگی عزیز. تو هفته آینده با شما بدرود میگم و آرزوی پیروزی براتون دارم. برای شما ممنونم. ممنونم از شما. خب بینندگان عزیز، گفتگوی به نظر من این بخش از گفت برنامه آخرین لحظه یکی از مهمترین بخشای برنامه های آخرین لحظه است در طول هفته، که توجهتون رو به اون جلب میکنم، چون نکاتی درش مطرح میشه که بسیار بسیار حائز اهمیته. آقای روحانی رفتن به یزد و در یزد سخنانی ایراد کردن، این سخنان رو بشنوید، به نظر میرسه جوکه، یعنی به نظر میرسه مثلا ایشون رهبر اپوزیسیونه داره راجع به حکومت جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اصلا انگار نه انگار ایشون رئیس جمهور مملکت ها، و داره با انگشت اشاره یکی دیگر نشون میده. کی؟ شما 6 سال فرصت داشتی حرف بزنی نزدی، حالا باز چی شده؟ دوباره فیل یاد اندستون کرده. نگاه کنید و بخش اول رو به پایان میبریم، وارد بخش دوم میشیم. من در اینجا اعلام میکنم و از قوه قضاییه میخوام، حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد میکند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد. این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2,700,000,000 پول این مردم را خورد و او را دستگیر کردند و حکم اعدام هم براش صادر کردند و الان در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؟ چرا اونهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی شود؟ من از همه مسئولین میخوام
این 2,700,000,000 را برای مردم شفاف کنند. این پول نفت بوده، این پول خزانه بوده، این پول بیت المال بوده. من از همه مسئولین و ارگان‌ها میخوام 2,000,000,000 پولی که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد و دست روی دست گذاشت و چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است. ما میخواهیم پرونده 2,000,000,000 برای مردم روشن شود. امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد 1,000,000,000 را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند، تا مردم بدانند عزم امروز ما جزم است. من از مسئولین میخوام پرونده 947,000,000 برای مردم توضیح بدهند و اونهایی که در این زمینه مسئولند، یک نهاد 947,000,000 گرفته.